بله با شما هستیم در ادامه برنامه بخش ورزشگاه و مهمان امروزمون در بخش ورزشگاه زینت الله کاکر هست که ورزشکار رشته تکواندو هستن. صبح بخیر، خوش آمده. تشکر مریم جان. صبح شما بخیر. صبح ایمان جان عزیز بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنان خدمت تمام بیننده هایی که همین لحظه ما را از پرده های تلویزیونشان تماشا میکنن. سلام تقدیم. بسیار خوش آمدید. از تکواندو میخوایم صحبت بکنیم که چه زمانهای دقیقا به یاد داری که آشنایید بیشتر شد با تکواندو؟ دقیقا سال 2008 بود که رهلا جان اولین مدال با ارزش المپیک است مسابقات بیجینگ المپیک آورد. بعد از او وقتی که او به کشور آمد، او وقت ما او زمان ما تمرین نمیکن، تمرین رشته تکواندو رو پیش نمیبردم. وقتی که رهلا جان افغانستان آمد بسیار تشویق شد، چون اولین مدال المپیک بود و پیشتر از او هم کس نداشت و بعد از رهلا جان هم کس ندارم دیگه. بعد از او امو تشویق مردم که دیدم دیگه، امو مسابقات تکواندو را که دیدم دیگه، واقعا یک رشته جالب به نظرم خورد دیگه. قبل از او هم تمرین کرده بودم، بعض تمرین ها پیش می بردم، تمرین ها آزاد. خب تکواندو را که وقت دیدم بعض او دیگه بسیار شوق و علاقه بسیار زیاد شد که باید این رشته را من پیش برم. بله. بعد از اون زمان بود که توانستم این رشته را پیش برم. بله. میشه در مورد فعالیت های ورزشیت خصوصا از مسابقاتی که اشتراک کردی بر ما بگویی که مسابقات زیادی خودت اشتراک کردی؟ خب ما وقتی که در سال 2009 این رشته را پیش بردم دیگه، اولین سفر خودم که بود در افغانستان، خب زیاد مسابقات کردیم دیگه. اولین سفرم که بود به شهر دبی بود سال 2013 دیگه، دو توانستم که اولین مسابقه خارجیم بود، توانستم دو حریف خود شکست بدم موفقانه و بعد از او یک سفر دیگه به کشور تاجیکستان داشتم و یک سفر دیگه بعد از او چند سال بعدش هند داشتم و امسال هم چند وقت پیش یک سفر دیگه به هند داشتم. بله کاکر عزیز، بین از این صحبت بکنیم که از نام آورای این رشته خودتان بیشتر کی را میپسندید؟ برای خودتان یک نمونه است یا الگو هست؟ خب در اول بر من الگو نیکپای عزیز بود. بله. و نثار احمد بهاوی، همچنان محمود حیدری، این سه شخص کسایی بودند که یعنی امی رشته تکواندو را در افغانستان اگر کس میشناسه به چهره امینا است. بله. چون مدال های افتخارات که اینا به کشور آوردن دیگه، شاید بسیار کم کس پیدا شد بعد از این بتانه این افتخارات که اینا آورده برای وطن ما بیارن. از فضای تمرین بگوین بر ما، سالهای زیادی است که شما ورزش تکواندو را انجام میتین، چقدر فضای تمرین و امکانات تمرین در طول این سالا تغییر کرده به نظر خودت؟ خب به سطح جهانی اگر بگوی بسیار تغییر کرده، اما ما فعلا هم بقدر دمو چند سال قبل هستیم دیگه. تغییرات عمده در فدراسیون خود ما آمده دیگه، باید یعنی بسیار تمرینات داشته باشه، مثلا تمرینات تیم ملی گرفته شده به خاطر رشد تقویه بچه ها، به خاطر رشد تقویه ورزشکارا باید تمرینات تیم ملی گرفته شود، در او تمام بازیکن ها اشتراک کنه تا بتوانیم از یک دیگه انگیزه گرفته، از یک دیگه تجربه گرفته بتوانیم که پیشرفت بکنیم. اما فعلا ما تمام تمرینایی که در کلاب می باشه دیگه، فعلا در کلاب های تکواندو هم افغانستان اوقدر کس نیست، مثلا در کلاب خود ما 4-5 نفر اگر جوانان باشد دیگه تمام شد فعال است. اگر وقت ما تمرینات تیم ملی داشته باشیم، ما میتونیم همراه تمام بچه های تیم ملی تمرین یک جای داشته باشیم. و در گذشته هفته دو بار می آمدن دیگه اعضای تیم با تیم ملی تمرین میکردن. دقیق شما اطلاع بیشتر دارین نسبت به من دیگه. تیم ملی کی بود می آمدن با تیم نوجوانان تمرین یک جا میکردن. این برای نوجوانان بسیار تاثیر مثبت داره و بسیار تجربه اونا بالا میره، چون جوانان که هستن یک درجه که نوجوانان هستن و درجه رو قبلا تیر کردن دیگه، میتونن که نوجوانان از تجربه جوانان استفاده بیشتر بکنن. کاکر عزیز، چند روز پیش مسابقه های هم برگزار شده بود به خاطر کسب سمی المپیک، قرار است که تیم بره به چین و به خاطر کسب سمی 2020 اونجا به رقابت بپردازن. خودتان هم اشتراک کرده بودین در کابل که برگزار شده بود؟ خب ایمل عزیز، قبل از این مسابقات تیم ملی گرفته میشم. بله.
که متاسفانه با اشتباه داور من نتوانستم به او مسابقه را بیافم، چون در اون مسابقات سیستم تکواندو قسمی است که مثال اگر شما امتیاز شما هرچی بیشتر باشه اما ده اختیار بگیرین شما اختیاری نگیرین. بله اختیاری اگر ده اختیار بگیرین نمره شما هرچی قدر بلند باشه شما بازنده میشین. خب چون داور یا که شناخته از او بوده یا که یکان اشتباه بزرگ داور افغانستان همی است، مثلا در میدان که میدره میبینه که کدام شاگردش هست یا آشناش هست طرفداری از او میکنه. داور باید دامیان اشتراک کرده بودم. بله ولی نتانستی نتیجه بگیری. بله. مدالای رنگین به سر میز ماست و میشه که صحبت بکنیم در رابطه با این مدالایتان. خب مدالایی که ایجا هسته ای از مسابقات بیرون هم از دو مدال طلا در ایجا هسته، اردیش از مسابقات کشور هندوستان گرفتیم. بله. و مدالایی است که از جام گلسرخ گرفتیم، مسابقات در مزار شریف برگزار میشه همه ساله که رنکینگ هر کس دو مدال طلا بگیره مقام اول بگیره باز میتونه که عضویت تیم ملی را دایرکت عضویت تیم ملی را بگیره. دیگه مدال ولایت پنجشیر هم است، او همچنین مسابقات گلسرخ این مسابقات است که همه سالا برگزار میشه بین 25 ولایت افغانستان. بله و اینجا هم همیش تقدیرنامه‌ات است نه؟ بله بله. چقدر خوب نگاه کردی، سلیقه‌ت خوشم آمد، بسیار زیاد خوب نگاه کردی. هر آلبوم همیشه جمع کردم. بله بله بله. چون پیشتر برای شما عرض کردم گفتم اگر این چیزایی است که یک بار گم شده دیگه باز بعدش نمیه، به خاطر که این تمام تقدیرنامه‌ای است مربوط به مدال‌ها میشه و هر مدال از خودم تقدیرنامه داره نه؟ اگه گم شد دیگه بود. بله. کوکر عزیز، یک زمان شور و هیجان قدر بین هموطنهای ما بود وقتی که یک ورزشکار ما یک مدال میگرفت، جاده ها بند میشد، هم همه برآمدن به خاطر تشویق و بدرقی و ورزشکار ما. حال میبینیم کم کم امی شور و هیجان بین مردم ما کمتر شده. علتش چی است؟ خب امال عزیز، رشته تکواندو رشته المپیکی است. یعنی این رشته که ما در اینجا داریم فری فایت که ما امروز بازی میکنن بچه هم از این رشته که رشته المپیکی بسیار بالاست. مدال در رشته المپیکی گرفتن بسیار کار مشکل است، به خاطر که دو تمام کشورها دو اشتراک میکنن. مثلا تو در مسابقات MMA میری یک بازی میکنی اما با او یک بازی 3 ماه 4 ماه الا قرنطینه میباشی. قرنطینه هم قسمی که بسیار سر از اون مصرف میشه و بسیار آمادگی گرفته میشه به خاطر یک مسابقه. مسابقات ما که است ما در یک مسابقه باید 4 الا 5 برد بکنیم که یک مدال بگیریم. 4 الا 5 برد در یک مسابقه کردن بسیار کار مشکل است. و فاصله که المپیک برگزار میشن و میخاطر است که ورزشکارا بتونن آمادگی بهتر بگیرن. هر چند سال یک بار مسابقات المپیک. مسابقات المپیک 4 سال بعد میباشه و در 4 سال بعد رنکینگ بالا برده شوه. خب مالجان گفت که قبلا مسابقات مدال می آوردن. بله. چون در رشته تکواندو مدال گرفتن کار مشکل است و در او هر کس مدال گرفته هم نمیتونه. ما مثلا 2 مدال المپیک داریم. قبلا که بود بسیار فوکس تمام دولت ما که بود سر تکواندو بیشتر بود، اما فعلا ما به مسابقات هست که مثال ما مسابقات المپیکی و مسابقات جهانی 4 سال بعد 2 سال بعد مسابقات آسیایی اینا که است برگزار میشه. اگر فدراسیون ما یک کمیته فنی داشته باشه به خاطر مسابقات اوپن، مثلا ما مسابقات المپیک هست 4 سال بعد. بله. مسابقات اوپن میشه در 1 سال 10 مسابقه میشه. ما سابقی بود از کشور هندوستان که از کامرای ما مقابل میشد یا نکاوت میشدن یا در امتیاز نکاوت میشدن، اما فعلا ما امرای از اونها پایزه نمیتونیم. یک دوست اینی مست همان کادیان نام دارم در هر مسابقه که میشه اوپن در اوجه اشتراک میکنه. اما ما متاسفانه در مسابقات اوپن تنها 2-3 نفر که در المپیک به خاطر کسب سهمی مسابقات گرفتن کسب سهمی از کسب سهمی کردن به خاطر مسابقات که اشتراک بکنن به خاطر سیف گیم، در اونا 2-3-4 نفر برآمدن. در هر مسابقه که اوپن هم میشه اونا میرن، مسابقات آسیای جهانی هم که میشه اونا میرن. اگر مسابقات اوپن هم اونا برده شه پس بازیکنای دیگه که در خانه هستن نفر 3 و 4 از تیم ملی هستن اونا چیکارن؟ اگر یک سال ما خرد بودیم یک زمان استاد بر ما میگفت یک مسابقه برابر با 3 ماه 4 ماه تمرین است. ما آل او گپم میفهم به خاطر که راستی هم تی که یک مسابقه میری اونقدر تجربه بالا میره، اونقدر فکرت آماده میشه، اونقدر کمی و کاستی که داری او تکمیل میشه. اگر ما فدراسیون یک کار خوب بکنه در حق ما، یک کمیته فنی به مسابقات اوپن جور کنه، ما هم در سال 4-5 سفر بیرونی داشته باشیم، فکر کن چقدر ما تغییر میکنیم.
بله، بسیار تشکر. آرزوی موفقیت برات داریم. کامیاب باشید. قهرمان جهانی باشید. بله. زنده باشید. ما منتظر نظریات و پیام‌های شما هستیم و دوستانی که علاقه دارین در برنامه بامداد خوش مهمان ما باشین. در مورد خود معلومات نوشته کنین، معلوماتتان کامل باشه، بر ما بفرستین و منتظر باشین تا همکارانمان با شما تماس بگیرن و شما را دعوت کنن به بامداد خوش. بله. وقفه خود گرفتیم و پس از اون میریم به طرف تازه های خبر ساعت 8 تقدیمتان میکنیم. در نیمه دوم برنامه هم برخود گشتیم. وقفه دوستان عزیز سلام، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین، برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.